سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی‌زاده هستم. این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات از تیرگی روابط ایران و بحرین تا تنش دولت تندروها به دنبال افشای فیش‌های حقوقی خواهد گفت. اما در ادامه این برنامه توضیح بی بی سی درباره پخش یک گزارش. سلام آقای بهنود، این هفته هفته پرخبری بود نسبتاً. بله، پرخبر بود و اصولا هم زیر پوست بعضی از خبرها، بعضی از خبرها جنسش اینطوریه که نمیمیره دیگه. یعنی نمیاد یه روز بیاد رو صفحه بعد بره، همتون باقی مونه. الان دو هفته است که این فیشای حقوقی مسئله مهمی است. به نظرم هر جای دنیا هم اتفاق میافتاد همین بود طبیعتا. ولی اول هفته رو با فرهیختگان شروع کنیم و این انفجار در شهران، انفجار گاز. بله، این انفجار سنگینی که ساعت 4 صبح منطقه بسیار پرجمعیت به نسبه رو تکون داد و بالاخره آتش زد خونه های اطراف و اینا رو، ولی حتما به خاطر روابط عمومی شهرداری انعکاس اونجوری به اون معنی نداشت. یعنی اولا گزارش میدانی ندیدیم، ما همه اکتفا کردن به گزارش های کاملا حساب شده ای که در به خصوص در مورد تلفات از روز اول گفته شد که دو تاست ولی پیدا نشده، نباید گفت، نباید تایید کرد فلان اینا. و حال به نظر میرسه که تفکرهای مدرن روابط عمومی هم پیدا شده است. ولی به هر حال حادثه خیلی مهمی بوده است. در این فرصت هم یه کسایی بیشتر تاکید بر این کردن که تهران این حادثه کوچیکی بود، اگه زلزله بشه معلومه چه جوریه. روزنامه بعدی جوان هست و ماجرای فیش‌های حقوقی پرسر و صدا. ماجرای فیش‌هایی که گفتیم به هر حال چیزی نیستش که یک روزنامه در بیاره. البته جناح اصولگرا اول توی تلگرام شروع کردن، بعد اون سایتاشون، بعد کیهان منعکس کرد و بعد چند تا فیش دیگه هم از جاهای دیگه اومدش. ببینید کلن حادثه ایست که نمیشود گفت نگرفته، گرفته و بسیار هم دولت زیر فشاره. نه. حتما زیر فشاره از طرف افکار عمومی. خب سوال دارن، الان بیکار دارین، حقوق کارگرها چیز هست، به حال وضعیت اقتصادی وضعیت به سامانی نیست. چرا باید یه عده چنین حقوقی بگیرن؟ به خصوص الان یه در واقع جنبشی هم انگار که در فضای مجازی شروع شده که افراد فیشای حقوقی خودشون رو منتشر میکنن. آدمی که مثلا دقیقاً فیشای مثلا یه معلمی، یه کارمندی و میگن که در واقع میخوان نشون بدن تفاوت حقوق اینها با حقوق کسایی که و شاید هم اینجوری کمک بکنیم به اینکه فضای عادی بشه. بله، باید این گسترش اطلاعات رو، یعنی این قائم کردن اطلاعات رو باید جای شکاف. به نظرم این حادثه پشتش اثرات خیلی مهمی داره توی فرهنگ، اصولا نگاه رسانه‌ای و بقیه قضیه. دیروز، حالا خواهیم رسید، آقای خامنه‌ای در باره این قضیه صحبت کرده بود، ظاهرا برای به اصطلاح گرد کردن موضوع، سرانجام دادن موضوع. حالا راجبش صحبت می‌کنیم. این عکس وسط، عکس آقای خسرو تهرانی هست سمت چپ. بله. در مورد خرداد 60 ظاهرا چیزهایی که تا حالا گفته نشده رو گفته. بله، این حادثه مهمی است. اولا بعد از 35 سال آقای خسرو تهرانی اومده رو صحنه دیده میشه. بله، خب میشناختنش ایشون رو آدما، یعنی بله. یه چهره به اصطلاح مخفی امنیتی نبود، ولی یه استراتژیستی بودش که ترجیح میداد مصاحبه نمی کرد و جلوی صحنه میومد. عکس ایشون بود که عکس جوونیاشون بود. بله، با اون سابقه که ایشون دارن که از اوائل انقلاب، یعنی از سال 59 ما میدونیم که ایشون در کار امور امنیتی و حفاظتی بوده است. بعدم در ماجرای مربوط به آقای رجایی هم یه بار اون پرونده معروفی که آقای خمینی خودشون اون رو بست، یعنی شاید تنها پرونده‌ای باشه که شخص رهبر انقلاب، یعنی حد زد که دو تا گروه دارن بر هم دیگه پرونده سازی میکنن، بنابراین اومد نوشتیم پرونده ختم میشود. بله. که در اون موقع آقای تهرانی، محسن سازگار اینا هم رفتن زندان دیگه. بله. این همون پرونده است. حالا بعد سالها یک جلسه دانشگاهی بوده، اونجا درباره موضوع حرف زدن و جالب هم هست نسل جدید که چیزی از امور سال 60 خوندنی آغاز جنگ مسلحانه مجاهدین با جمهوری اسلامی نمیدونن. خوبه این بحثش هم بده. ایران رو ببینیم و این ماجرای نرخ تورم تک رقمی که ظاهرا بعد از سالیان سال به آخر 43 سال دیگه. بعد از 43 سال
این در حقیقت 43 ساله که این همیشه بوده است. البته دو سالی هم بعد از انقلاب افتاد، ولی همیشه دو رقمی شده بود، هر کاری هم میکردن چاره نمیشد. این مربوط به دولت خاصی نبود. بر اساس این چیزی که اینجا داریم سال 88 هم 9.5 بوده. سال 88. بله 88 که همین 7-8 سال پیش. بله در واقع تو آمارم داری نشون میده پایینه. ولی بیشتر همیشه دو رقمی بوده. و حالا بریم سراغ کیهان آخر هفته و همون صحبت که شما اشاره کردین، حرفای آقای خامنه ای. به نظر من شخصا به عنوان نه جهتگیری سیاسی مقصودم نیست، نظر رسانه‌ای عرض می‌کنم، به نظرم میرسه که کیهان در مثلا هفته های اخیر تمام مرزهای قبلی خودش هم رد کرده. من. یعنی اصولا در هیچ دوره‌ای، حتی در دوره اصلاحات که اینا خب به طور کلی مشخصا مخالف بودن، به اندازه الان تند علیه دولت نشده بود. تقریبا در همه مسائل، در همه مسائل بالا پایین با دولت مشکل و مسئله داره. به هر حال الان میبینید که از صحبتایی که پریروز آیت الله خامنه‌ای کردن در دیدار با هیئت دولت و یه جاییش هم گفتن که این مربوط به این دولت نیستش و بنابراین جهت‌گیریشو به طرف دولت‌ها نکنید، ولی خب به حال تیتری که او انتخاب کرده اینه که این ارز هجوم به ارزش هست. بله، ولی اتفاق خوب به نظر من همین هست که این ماجراها و این حرفها در فضای عمومی زده میشه و مردم میفهمن و میدونن. خیلی متشکرم آقای بهنود. به بحث‌های داخل مطبوعات برمیگردیم. اما هفته گذشته گزارش درباره افزایش دسترسی کودکان به پورنوگرافی در برنامه 60 دقیقه پخش شد. بعضی از صحنه‌های این گزارش انتقاداتی رو به دنبال داشت. امیر عظیمی سردبیر اتاق خبر اینجا خواهد بود که توضیح بده چطور این تصاویر بدون هشدار پخش شد. یک کلاس درس معمولی در بریتانیا، دانش آموزان مشغول آموختن درباره روابط جنسی. ما خوششانس هستیم که در مدرسه‌مون امکاناتی داریم که بچه‌ها میتونن برن و با کسی درباره‌اش صحبت کنن، اما گمان میکنم اگر در جایی این امکان نباشه، روی رفتار بچه‌ها میتونه تاثیر جدی بذاره. در سالهای اخیر دولت بریتانیا اقداماتی برای محدود کردن دسترسی و تولید محتوای پورنوگرافی انجام داده. بخشی از گزارشی رو دیدید که در ادامهش تصاویری پخش شد که عده‌ای از بینندگان ما به اونها اعتراض داشتن. آرش مثلا نوشته که پخش تصاویر زننده در برنامه 60 دقیقه واقعا شرم‌آور بود، همیشه سعی می‌کردید این چارچوب‌ها را رعایت کنید. امین گفته با این گزارش بسیاری از کودکان و نوجوانان تصاویر پورن رو دیدن، آیا پخش چنین گزارشی اصلا واجب بود؟ یک ایمیل هایی هم به ما رسیده در مورد مسئله کاملا متفاوتی درباره استخدام در بی بی سی. از جمله علی نوشته در صفحات اجتماعی بعضی از کارمندان بی بی سی آگهی استخدام شبکه را گذاشتن، خواهان مبلغ شدن، واقعی یا کلاهبرداری. بذارید همه این مسائل رو از امیر عظیمی بپرسیم. امیر عظیمی از سردبیران اتاق خبر بی بی سی. امیر، بحث این گزارش این برانور خیلی شده، خیلی ها اعتراض داشتن به تصاویری که پخش شد. چی شد اصلا این تصاویر پخش شد؟ این تصاویر خب تصاویر مناسبی واقعا برای برنامه خبری برای ما نبود. ما معمولا همونطور که بعضی از بیننده ها اشاره کردن، ما معمولا اینطور تصاویر رو استفاده نمی کنیم و برای خبر ما معمولا سعی می کنیم که خبر رو بدیم. در این مورد هم همین کار باید رعایت می شد. اشتباه بود، استفاده از این تصاویر اشتباهی بود که فرداد کرد و گزارش متاسفانه چون به هر حال آخرین دقایق پیش از شروع برنامه 60 دقیقه آماده شده بود، همینطوری آمد و رفت و پخش شد و بعد از اون بود که وقتی این پخش شد، حتی نادر که برنامه رو داشت اجرا می کرد هم عذرخواهی کرد از بینندگان به خاطر اینکه ممکن بود تصاویر برای بعضی از بینندگان مناسب نباشه. همونطور که گفتم در برنامه خبری این استفاده نمیشه، ممکنه در شرایط دیگه‌ای، در چارچوب دیگه‌ای، در سوژه یا موضوعات دیگه‌ای تصاویر دیگه‌ای استفاده بشه، ولی به هر حال درست گفتن این تصاویر مناسب برنامه خبر نبود. اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که این برنامه تکرار میشه روز بعدش. در تکرار اون برنامه این حذف شده بود این گزارش، به خاطر اینکه واقعا نمیتونستیم دوباره اجازه بدیم که اونها تکرار بشه. در وبسایت هم اشاره نشد. اینه که معمولا اتفاقی است که در بی بی سی میفته، اگر تصویری نامناسب پخش شده باشه به هر دلیلی، حداقل جلوی تکرار دوباره اون گرفته میشه که در مورد این هم انجام شد. در مورد این آگهی های استخدام اصلا ما همچی چیزی داریم؟ آگهی استخدام به این شکل؟ نه، ما به هیچ عنوان آگهی استخدام از طریق رسانه‌های اجتماعی و اینها نداریم. الان هم در حال استخدام در خارج از بی بی سی نیستیم. معمول بی بی سی این هست که وبسایت بی بی سی که حالا
اگر برای استخدام در بی بی سی فارسی باشه وبسایت بی بی سی فارسی آگهی استخدام رو در وبسایت منتشر میکنه، شرایط درخواست کار دادن و فرم هایی که لازم هست که از طریق اونها درخواست کار بدن همه توی وبسایت قرار میگیره، خیلی روشن توضیح داده شده در اونجا و وبسایت رسمی بی بی سی است. در رسانه‌های اجتماعی حساب‌هایی که ادعا می‌کنند همکاران ما در بی بی سی هستند که خب نیستند، ما هم شنیدیم که بعضی‌ها پیشنهاد دادن یا گفتند که اگر کسی می‌خواد در بی بی سی استخدام بشه برای اونها تقاضانامه‌اش رو یا مشخصات فردی خودشون رو برای اون یا حتی مبلغ پول، اینا هم جدید هست. پول. هیچ کدوم از اینها قاعدتاً درست نیست و اگر کسی مایل هست ببینه در بی بی سی چه کارهایی وجود داره و چه فرصت‌هایی برای پیوستن به بی بی سی هست، چه بی بی سی انگلیسی، چه بی بی سی فارسی و بی بی سی زبان‌های دیگه، در وبسایت بی بی سی صفحه‌ای هست برای این کار، میتونن اونجا مراجعه کنن و حتی ثبت نام کنن که اگر یک کاری یک وقتی آگهی شد در اونجا براشون یه ایمیل فرستاده میشه و از اون طریق میتونن به طور رسمی درخواست بدن. متشکرم. امیر عظیمی از سردبیران اتاق خبر بی بی سی فارسی. آقای بهنودی، ماجرای ریزگردها هم ماجرایی شده. بله، ده هفته گذشته دو تا موضوع اصلی همه کارتونیستا بودن. اما اجازه بدین قبل از اینکه شروع کنیم به کارتون رو نگاه کنیم بگم یه زایعی هم برای کارتونیستا پیش اومد در این چند روز اخیر و اون اینکه آقای رفیع ضیایی، کارتونیست قدیمی که بیشتر از 30 سال هست تو نشریات مختلف گل‌آقا و جای مختلف بود، ولی در سالهای آخر به نظرم رفته بود بیشتر در زادگاهش در عوض اونجا بود، چون جمال رحمتی مطلبی تو اعتماد تو همین هفته گذشته نوشته بود، اشاره کرده بود که آخرین بار نوروز امسال ایشون در عوض ده. یا شاید رفته بود دیدن، ولی به هر حال بیشتر کارهای پژوهشی میکرد، مقداری زیادی کتاب برای کودکان و اینا تنظیم کرد. به هر حال یه چهره گوشه‌گیر و فروتن و چهره خیلی خوشنامی از بین کارتونیستا نیستش. بله. و نبود. از تو نشریات مختلف هم کار کرده. بله. اما همونطور گفتید موضوع هفته در حقیقت ریزگردا بود برای عموم و برای فضای سیاسی هم فیشا بود، همین ماجرای فیشا که اشاره کردیم. بنابراین انتخاب اونو از این دوتا کردیم، گرچه همه کارتونیستا درباره هر دوتای موضوع کشیدن. این کار مهدی عزیزی هست. بله. همین ماجرای آلودگی هوا دارن در بعض شهر رو به شدت نگران کننده بوده. بله، بریم سراغ بعدی. کار علیرضا پاکدل هم باز مربوط به همین موضوع هست. پاکدل اختلاف طبقاتی رو هم در این حال دیده، یعنی او به هر حال گرچه ریزگرده همه شهره، ولی اون نه که اون تو نشسته یه ذره تصفیه و اینا داره، یه ذره اون که اون بالا نشسته راحت رو مبل سگش هم بغل کرده، یه ذره به نظر میرسه هواش سالم تره. البته به نظرم واقعا اینطور نیست، چون هر کی باشه و هر آدمی به هر حال به هوای سالم احتیاج داره، چه پولدار چه بی پول. بله، مطمئن میگه که این دیگه این حالا همینا هم افتادن اینجا مرده و این سگا هم اومدن رو بغلش و خودش هم سگ. به هر حال کارتون خوابه بعضیش بدتر از اون کسی است. طبیعتاً. پشت پرده و تو اتاق. فیش‌های حقوقی کار نعیم تدین رو ببینیم. این خیلی کارتونه. میگه اینا دارن همدیگر رو سر این دعوا میکنن و حالا درگیرن، اون بدبخت اون بقیه که بعضشون خرابه دنبال همون خورده‌ریزاش هم بریزه، حداقل یه چیزی هم به اینها برسه. اینم از اون ماجراهاست. بعدی رو ببینیم، باز احسان گنجی هم راجب همینه، درسته؟ پیش حقوقش چیزی یادش باقی نمونده، بنابراین چیزی نداره امضا کنه. بله، همیشه احسان گنجی به فقر یه نگاه بله. جدی داره. به هم بریم سراغ برگزیده ها. آقا خراسان 68 ساله شد. من تا به حال ندیده بودم که تولده که روند نباشه رو اینقدر بزرگ کنن. 68 جدید شماست، یعنی من و شما بالاخره 67 سالگی و 23 سالگی اینا رو میگیریم. آره، ولی آخه 68 سالگی اخیراً در جهان، بله، نرم روزنامه‌نویسی جهانی شده که بعد روند باشه. خب. یا 100 سال یا 50 سال، یعنی 65 یعنی مثلا 2 سال صبر کنن. آره. بگن 70 سالمون شد. خب بالاخره تاگر تولدشون خوبه، اینو به رخ بکشن. من به جز اطلاعات تصور میکنم خراسان قدیمی ترین روزنامه است. بسیار خوب، بریم سراغ اونم. آخرین شماره قانون رو آوردین، درسته؟ بله، قانون بالاخره تعطیل شد. ولی چیزی که این وسط شاید که اندکی دلگزا باشه، بیشتر از اندکی، اینه که به نظر میرسه، از اظهار نظری که به نظر میرسه، نه هیئت نظارت توی این ماجرای توقیف دستی داره، نه وزارت ارشاد.
و هنوز قوه قضاییه هم جلو نیامده. به نظر میرسه چون شاکی اطلاعات سپاه بوده، اطلاعات سپاه قدرت فوق هم داره و بنابراین میتونه شکایت خودشو به سرعت به این هم جزایی هست که دفعه اول میشنه. بله دیگه. این هم عجیبه. این آخرین شماره قانون تا الانه، البته بسیاری امیدوارن که برگرد. خب بریم 90 هم ببینیم قبلش 90. 90 ببینیم. خیلی ماجرا عجیبه است. این به نظرم دنباله همون گول خوردنای از ویکی‌پدیا و این حرفاست. بله. به خاطر اینکه تو یکی از سایت‌های اصولگراها هم دیدم من این اشتباه رو کرده بود. درسته. مادر رونالدو معتقد است که حضرت فاطمه ما رو حمایت می‌کند. به نظر می‌رسه که به هر حال نویسنده تصور می‌کرده است اون فاطمایی که مادر رونالدو بچه رونالدو رو برده اونجا، که اون شهری است در پرتغال که تو همین قرن 20 هم مقدس شد. ها. تازه قرن 20 هم اوایلش که 1911 که درست شد مقدس نشد فاطیما، بلکه این آخرش این پاپ دو تا پاپ قبلی رفت اونجا و قبول کرد. یه جایی فاطیما شده از شبیه جمارون. جمکران باشه. شبیه جمکران برای شیعه، برای ایرانی. خب بریم سراغ جامعه پویا. بله، مجلات این هفته جامعه پویا فرمتش هم بسه پستی ما دیر رسیده دستمون نیست با تو دستم بتونشون بدم، ولی قطعش هم عوض کرده، باریک شده. بله. ببینید از حالت مجله جلد دارم خارج شده. این تصویر خیلی جالبی است. آماده باش پوپولیزم، اشاره به چاوز، احمدی نژاد و این هم دونالد ترامپ. موضوع اصلیش همین پوپولیزمه که دارین میبینین. طبیعتاً موضوع اصلیش همینه. رفته از جهات‌های مختلف این موضوع رو بررسی کرده. جالب هم هست نگاهی که میکنه به ماجرا. و اصولا بگم که نشریه نیست که قرار باشه که مسائل رو خیلی عمقی و اصولی و اینا، بلکه نشریه بیشتر خبریه، دو هفتگی است. ببخشید. اون بالا هم ارج بی ارج. ارج بی ارج تو تقریبا همه مجلات هفته گذشته، اهم از اجتماعی یا مثلا مجلات عمومی، مجلات خانوادگی، اینا همه ماجرای ارج و تعطیل ارج باعث شد که سابقه ارج، ارج نامی که میشناسید، به یاد همه افتاد. من این موج رو فقط موقعی دیدم که اعلام شد پیکان ساخته نمیشه. گزارش الهی موسوی هم جالب بود. یک محیطبانی رو دیدید شما، انتخاب شما هم بود. من نه، من اون رو ندیدم. من حالا پس بذار اینو بهتون بگم. این یه محیطبانیه که 57 تا ساچمه تو بدنش هست. بله. در اثر درگیری با شکارچی‌های غیرقانونی و طبیعتاً مریض دیگه، ولی با وجود این میگه به دلایل مختلف نمیتونم کار نکنم و همچنان میره محیط‌بانی میکنه با این همه ساچمه. بسیار خوب. بریم سراغ خرید خوب. اونم باز با صفحه یک ارج، کارخانه بی ارج. خرید خوب دیگه باید که باید اینطوری بود دیگه. جالبه که این بی ارج و ارج مثلا دوباره تو جامعه پویا مگه دقت کرده باشین اون بالا تیترین بود ارج بی ارج، الان اینم کارخانه که بی ارج شد. این بازی با ارج و بی ارج خیلی زیاد شده بود تو این چند. بله. اجازه میده یه بحثی هم شده بود سر این که این ارج در همین خرید خوب خوندم، نمیدونستم قبلا با وجود اینکه خب میشناسه ما سالهای سال این محصولات ارج رو و همیشه بر اساس دیدمون بودش که این محصولات به خاطر آقای ارجمند هست. آقای ارجمند یکی از اولین گروه هایی هست که به خارج فرستادن برای تحصیل، هم عصر مهندس بازرگان اینا بود و استاد دانشگاه علوم فنی اینا. او اومد رفت این مؤسسه رو ایجاد کرد، بنابراین ما تصور این بود که ارج رو از ارجمند گرفته دیگه. در حالی که تو همین گزارش خرید خوب خوندم که یکی از به اصطلاح توجه هایی که داشتن به این هستش که الفش رو از آهنگری گرفتن، رش رو از یه بخش دیگه رنگرزی مثلا و جیمش هم از جوشکاری. و بنابراین این ستا هم در این حال با خودش یه معنی رو حمل میکنه. ولی در مورد خود مجله ذره بگین شما، شو بیشتر من خوندید. خیلی خوش آمد از این که خیلی چیزایی که برای مردم به هر حال مهم و جالب و زندگی عادی مردم رو تحت تاثیر قرار میده این مجله در خودش داره. مثلا تندرستی پای سفره خدا، اشاره به همین که آقا برای افطار چی باید خورد، چه چیزایی سلامت هست، چه چیزایی ناسلامت هست و همینطور به نوعی در واقع دستور غذایی برای افطار که خب میتونه کمک کنه. یک چیز دیگه ای که بامزه بود برای من این ماجرای کوسن هایی بود که توی این
مجله دیده بخشی هست به اسم منزل خوب، سمیه منوچهری کارشناس معماری، لمهای لم دادن. بعد راجع به فکر کنم اون البته اشتباه کرده فتحه گذاشته، اون اولی لم نیستش، اون اولی لمهای لمه. بله اون قاعدتا اینطوری بوده طبیعتاً. راست میگی، اشتباه تایپیه، راست میگی. آره برای اینکه معنی نمیده بله. لمهای لم دادن لمه. ولی لمهای لم دادن میده. بله لمهای لم دادن که خیلی به نظر من جالب هست، یکی از چیزایی هست که برای همه میتونن بخونن، ازش یه چیزی هم یاد بگیرن دیگه. بله مجله مفیدیه. بله بسیار عالی. بریم سراغ مجله بعدی امروز، مجله برگ هنر، درسته؟ بله برگ هنر رو دارید ملاحظه میکنید روی جلدش رو که پیداست ماریو وارگاس هست و بخش عمده ای از مجله هم درباره اوست و به نظر من بنزه کافی هم بهش پرداخت شده. یعنی مطالب خیلی جالبی خوندم با وجود اینکه ما از خوانندگان ماریو وارگاس هستیم، تقریبا تصورم این بودش که همه آنچه که نوشته است و ترجمه شده است و ما خوندیم، ولی نه، تو مجله فهمیدم نه، چیزایی هم هستش که نخونده باشیم. تاریخچه خیلی خوبی داده، ترجمه از آقای کوسری، با آقای کوسری مصاحبه، عبدالله کوسری مصاحبه کرده است درباره اصولا آمریکای لاتین و این توجه آمریکایی نقش یوسا در کل سیستم اونجا و اصولا این که توجه درستی دادند ایشون، این که در آمریکای لاتین به دلیل دیکتاتوری هایی که به خصوص تا همین دهه های پیش، همین دو سه دهه اخیر بودش، هنوز هم یک دو جاش هست، اصولا روشنفکرها، قصه نویسا، اینا اصولا ضد قدرت هستند و اصولا عدالت طلبن. وضعیت خاص منطقه رو هم وقتی توجه کنین همشون، حتی ماریو وارگاس که دیپلمات بود و به حال زندگی متفاوتی داشت از مردم فقیر منطقه، ولی بیشتر نگاهشون به جالب. شما بهش میگیم ماریو وارگاس، ما بهش میگیم، یعنی برای ما یوسا بیشتر معروف فامیلش شما میگیم، من باش خودمون میگم. ولی غیر از اون برگه هنر برای من جالب بود که خیلی آدم های دیگه ای که باز برای نوشته هاشون معمولا خوندنی هستن در این مجله هستن، مثلا فدریکو گارسیا لورکا، احمد شاملو، عبدالله کوسری، مهدی قبرایی، رضا نجفی، محمد محمدعلی، علی باباچاهی، احمد پوری، و لیست ادامه داری هست از آدم هایی که به هر حال نوشته هاشون معمولا خوندنی هست و دنبالش هستیم که پیدا کنیم و بخونیم. من یه قصه خوندم توش از محمد محمدعلی، قصه فوق‌العاده بود. این همون قصه بود که هفته پیش هم یادتون باشه توی مصاحبه کرده بود، من گفتم براتون قصه این که در دوره که سپاهی بوده، سپاهی ترویج بوده، هم قدم شده با یه گاوی دم گذر از خیابون و چراغی که قرمز شده اون گاو هم وایساده و بعد حرکت کرده. این تو ذهنش یک، یعنی حتی گاو هم میفهمه پشت چراغ وایساد. و به نظر من یک قصه کوتاه خوبم داشت. شماره است که اندازه کتاب خطی رو هم ببینیم. نکته آخر سلمان طاهری هست، درسته؟ بله. عالیه. آقای جنتی داره خواب میبینه، خواب حبیب رو داره میبینه، میگه دارم خواب حبیب رو میبینم، اگه مجوز نداره یه موقع نبینم. این دیروز منتشر شد. این گرفتاری آقای جنتی است با این امور، نمیدارم کابوس مجوز ها. وقت داریم برای نکته آخر یا نه؟ خیلی کوتاه بفهمید. شهرام شهیدی تو این گفته باشم که هفته گذشته به مناسبت سال روز تولد دکتر شریعتی تقریبا همه روزنامه ها و مجله به این موضوع پرداخت. امسال بیشتر از سالهای گذشته، دست کم من بیشتر دیدم که اینطوری بود پرداختن. تو همین وسط طنزنویسا هم یه طبعی آزمودن. شهرام شهیدی به این مناسبت داره نه به دکتر، به یه چیزای دیگه ای میزنه. میگه که با توجه به اینکه بالاخره سال گرده درگذشت دکتر شریعتی است، اگه از یکی از این شاخه و پلنگای ایرانی بپرسن دکتر علی شریعتی کیست و چه کرده، پاسخهای جالبی میدن. بعد سوال کرد دکتر شریعتی، من ایشون رو دورا دور میشناسم، یعنی افتخار آشناییشون رو در شبکه مجازی وایبر به دست آوردم. بعد از فرار مقصد شبکه وایبر و انجام بزرگترین مهاجرت تاریخ از وایبر به تلگرام، نگران بودند که نکنه ایشون رو دیگه پیدا نکنه. یکی دیگه گفته بله که میشناسم دکتر شریعتی، از میدان تجریش شروع میشه، پیچ شمرون ختم میشه. بله. احتمالاً اشارهشون به ماجرای جوکایی هست که توی وایبر برای دکتر شریعتی درست شده. در این حال نگاه سطحی رو هم بگه. خدا بیامرز اونقدر تولید و محتوا کرده و کتاب درآورده که منی که همه آثارش رو قبلا خونده بودم میبینم هنوز که هنوز کار چاپ نشدهش
در تلگرام و فیسبوک چاپ میشه به همین موضوع. آره خب این کارای چاپ نشده خوبه، برای اینکه یه سری جملات و معلومه از کجا مردم در میارن. هر کی همه چی میگه، یکی مثلا نیچه گفته فلان، نمیدونم فلانی گفته، حتی به آدمای خیلی سطح پایین بی چیزی هم مثل بنده هم رسیدن. یعنی دیگه اینطوری نیست، در حد نیچه و اینا اگه بود ما واقعا یه کاریش میکردیم. و آخریش هم اینه که چرا نشناسم دکتر شریعتی از بنامترین پزشکان کودکان بودن که علارغم پیشنهاد رقم بالایی به ایشان قید زندگی در خاور دور را زدند و ترانسفر شدن ایران و به صورت قرضی در یکی از تیم‌های لیگ برتری توپ زدند. شنیدم که در این فصل نقل و انتقالات هم از هر دو تیم پرسپولیس و استقلال پیشنهاد دارند. ممنونم آقای بهنود و مثل همیشه متشکرم از شما که با دیدبان این هفته هم همراه ما بودید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو، تلویزیون و مطالب وبسایت با آدرسایی که الان روی صفحه می‌بینید میتونید با ما در میون بگذارید. همه راه‌های ارتباطی رو برای بی بی سی الان روی صفحه می‌بینید. از طرف خودم و آقای بهنود هفته بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. شب و روز بر شما خوش.